فوتبال این پدیده جذاب اجتماعی و برنامه‌ای که به متن و حواشی اون می‌پردازه. به هتریک خوش اومدید. سلام، این هفته 5 مسابقه از بازی‌های لیگ برتر برگزار شد، اما استقلال و پرسپولیس بعد از داربی پرماجرا به میدان نرفتند. اما همونطوری که بازی تیم‌های بالای جدول مهم و حساسه، جدال تیم‌های پایین جدول هم سرنوشت سازه. ما تو این برنامه راجع به بازی این هفته صحبت می‌کنیم. خوشحالیم که تو این برنامه محمد تقوی رو داریم، کارشناس برجسته فوتبال کشورمون، که مثل همیشه با تفسیرهای خوش ما رو همراهی می‌کنه. زهرا علیپور هم با تازه ترین خبرهای فوتبال زنان در استودیو حضور داره و به ما ملحق میشه. لیگ برتر امروز با برگزاری 4 بازی پیگیری شد و 3 بازی از هفته 11 بود و 1 بازی هم از هفته 9 که بازی معوقه بود. از حساس‌ترین بازی امروز شروع کنیم. در اصفهان تیم مدعی سپاهان میزبان پیکانی بود که از بضاعتش واقعا بهتر نتیجه گرفته. شاگردان مهدی تارتار بعد شکست 3-1 مقابل تراکتور در 3 بازی بعدیشون بدون باخت بودند. از طرف دیگه سپاهان چند هفته بود که خوب نتیجه نمی گرفت. اونا هر 3 تا بازی آخرشون مقابل ماشین سازی و پرسپولیس و فولاد رو با حساب مساوی پشت سر گذاشته بودن. این توضیح رو هم بدم که آخرین پیروزی پیکان مقابل سپاهان به 4 فصل قبل برمیگرده که اونا 1-0 در اصفهان پیروز شدن. بریم لحظات حساس بازی امروز رو ببینیم. سپاهان و پیکان مسابقه هفته 11 ام لیگ برتر فوتبال ایران، دیدار سپاهان مقابل پیکان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان. برد در این بازی خانگی روحیه زردپوشان را برای رسیدن به صدر جدول دوچندان می‌کرد. سپاهان با توپ پر آغاز کرد. سروش رفیعی همچنان خود رفیعی فرصت داره. سروش رفیعی دقیقه 19 این کار ترکیبی منجر به گل اول سپاهانی‌ها شد. ضربه‌ای که سروش رفیعی خیلی خوب و دقیق زد. اولین گل لیگ امسال برای یکی از بهترین بازیکنان سپاهان که تا به حال 3 پاس گل داده. ظاهر میشه ضربه غیر قابل مهار سروش رفیعی بازیو. این کرنر در نیمه دوم و برخورد توپ به دست محمد رضا حسینی حاصلش یک پنالتی برای آبی پوشان میهمان بود. و پنالتی، داور نقطه پنالتی رو نشون داده. پشت این توپ ایستادن پیکان. پنالتی که آرش قادری به سادگی گل کرد و امید پیکان برای تساوی را زنده نگه داشت. ضربه سر زد اونجا ستاری. اما ماشین گلزنی سپاهانی ها این روزها کسی نیست جز سجاد شهبازاده. مهاجم 30 ساله سپاهانی ها در دقیقه 74 این گونه گل پیروزی بخش سپاهانی ها رو زد. و گل به تساوی کشوند. سپاهان قطعا میتوانست گل‌های بیشتری بزند، اما بی‌دقتی عامل کم گل بودن این بازی بود. پنجمین برد سپاهانی‌ها را 19 امتیازی کرد. فاصله تا صدرنشین یعنی صنعت نفت آبادان تنها 2 امتیاز است. بازی هفته آینده این دو تیم در آبادان 6 امتیازی و بسیار حساس است. سپاهان در سر رویای تکرار قهرمانی پس از 6 فصل را دارد، آن هم با محرم نوید کیا، مرد محبوب و پر افتخار اصفهانی ها. سپاهان بازی رو 2-1 برد. حیف واقعا این بازی حساس و به این خوبی که در نقاط مختلف کشورمون برگزار میشه، اما تماشاگر نمیتونه بازی رو ببینه. بازی واقعا الان کیفیتش بهتر شده. سپاهان هم واقعا داره خوب بازی میکنه. محمد تقوی به ما خواهد گفت که این بازی از نظر فنی چگونه بوده. ما قبل در مورد سپاهان صحبت کنیم، در مورد پیکان صحبت کنیم که بعد از پایان این قسمت توضیح میدم که پیکان چطور تونسته تو این شرایط، در واقع که هیچ کس فکر نمی‌کرد توی 6 تیم برتر باشه. اما وقتی بازی شروع شد به نوع بازی سپاهان ما دقت می‌کردیم، ما دیدیم سیستم 4-3-3. تو این سیستم 4-3-3 3 تا افک هستن که خیلی جالب بود برام. 3 تا افک بازی می‌کنن: سروش رفیعی، جلال علی محمدی و محمد کریمی، که تا حدود زیادی بازیشون شبیه همه، البته خیلی متفاوته، یعنی الله شبیه به هم بودن، اینکه خلاق هستن. علی محمدی یه مقدار جنگنده تر، اما محمد کریمی در واقع بازی رو از خط دفاع شروع میکنه، سروش رفیعی یه خط جلوتر. سروش رفیعی که خلافی میگن تموم شده، تموم شده، خیلی خوب بازیه. این سه تا بازیکن در واقع میتونه مورای اساسی برد سپاهان بود، البته نبود از درخشش شهباز، در واقع شهباز صحبت نکنیم. وقتی بازی شروع شد مشخص این سه تا بازیکن قرار اون وسط زمین رو بگیرن، که این کارو خیلی خوب انجام دادن، واقعا خوب انجام دادن. یه مشکل بزرگی در سپاهان بود این بود که این تیم
یه مشکل بزرگ داشت این که وقتی به راحتی توپ شما در یک سوم دفاعی از دست میدی، مطمئن باش به راحتی دروازه‌ات به خطر میفته. ببین این صحنه، جلیل علی محمدی میره جلو، پرس تو زمین در واقع پیکان شروع میکنه، ترانزیشن منفی، توپ در واقع پیکان از دست میده، جلیل علی محمدی توپو میگیره و به راحتی در یک فضایی که شما نگاه کنید هیچ کس جلوی در واقع این ترانزیشن منفی سریع با دکس العمل نشون بدن. ببین سروش رفیع توپو یکو میده با اون چیزی که ما در فوتبال بهش میگیم ترد من را یا یک سه، سروش رفیع توپو یکو میده به در واقع حسینی، دور حسینی میده به شعبازده و سه رو دوباره کی میگیره؟ سروش رفیع. یعنی این تردمنران عالی انجام میدن اینجا، واقعا این صحنه حرکتشون فوق‌العاده بود که منجر به گل سروش رفیعی شد. واقعا یه بازی ترکیبی فوق‌العاده، یه بازی ترکیبی فوق‌العاده در مرکز زمین. تو این شبیه شعبازی چقدر قشنگ میاد و چقدر سروش اون فضا یا در واقع اون کانال رو یا در واقع هاف اسپیس خوب پیدا میکنه و یک کار در واقع تکنیکی خیلی خوب انجام میده. تقریبا ببین گلی که میزنه واقعا، ببین چطور توپ از مدافع جدا میکنه، دور میکنه، ضربه رو میزنه. این حرکت صرف نظر بحث فنی سروش رفیعی کار تیمی مناسبی بود. گل دوم دقیقاً همون اتفاق میفته، دوباره ترانزیشن منفیه. این محمد کریمی توپو کجا میگیره؟ ببین اینجا توپو میگیره میسپاره، بعد ما پیداش میکنیم کجاست. توپ ارسال میشه پشت خط دفاعی، جایی که وقتی که در واقع میتونم بگم مدافع محمد خلدبری میاد خیلی کار خوب انجام میده. شما ببینید چه اتفاق میفته. اون کریمی که اون ور میدون بود الان کجا اومده؟ اومده این ور میدون. یعنی محمد کریمی خیلی این حرکات هوشمندانه که انجام میده، شاید این حرکات هوشمندانش اوج کارش این پاسی که میده. ببینید پاسی که میده فوق العاده است. ببین پاس دقیقاً میده اونجایی که باید بده به شعبازده، شعبازده گل میکنه. تو این تو این صحنه پاس محمد کریمی ببینید دقیقاً همون جایی میره خط آفساید و در واقع مدافع تیم پر کرده، دقیقاً توپو میده جایی که پشت خط دفاعی که شعبازده گل بزنه. اما وقتی ما نگاه میکنیم به حرکت کریمی، اوج کار این بازیکن جوان مشغله، ببینید قبل از اینکه توپ بهش برسه، ببین هر توپ نیومده، قبل از اینکه توپ بهش برسه داره کجا رو میبینه؟ داره اونور جایی که کی از شهبازداده هست رو میبینه و این کار عالی انجام میده. ببینید چقدر قشنگ اسکم میکنه، نگاه میکنه، پاسش عالی بود، همه یک کیفیت یک پاس فوق‌العاده برای گل زدن رو داشت. یعنی من فکر معتقدم محمد کریمی این کارو عالی انجام میده. یه بار دیگه نگاه کنید این بازیکن جوان وقتی توپو میگیره، ببینید سرش قشنگ بالاست. شما این صحنه رو نگاه کنید، ببین این صحنه رو نگاه کنید، شما اول اینو ببینید، محمد محبیه که داره حرکت میکنه، حرکت عالی که محمد محبی داره توی عمق میکنه و از همه عالی‌تر پاس فوق‌العاده‌ای که کریمی میده. یعنی فوق‌العاده بود این حرکت، تک به بهترین بازی رفتن، تک به تک میکنه این بازی، ببینید بهترینا بود. یعنی واقعا محبی باید این توپو تبدیل به گل کنه، بازیکنی که بازیکن تیم ملی این توپو تبدیل به گل کرد، این مقدار محمد محبی واقعا باید این توپو تبدیل به گل کنه. این بحث فن. یه بار دیگه محمد محبی توپو میسپاره و گفتم که تو سیستم 4-3-3 حضور سه مهاجم سپاهان همیشه بود تو زمین. نگاه کنید سه تا مهاجم تو زمین هستن، تو اون 18 قدم یعنی جلوی خط دروازه هستن. سپاهان هم از لحاظ فردی امروز تیمش خیلی خوب بود، هم از لحاظ تاکتیکی معتقدم. فقط سپاهان یه زمانایی برای مثلا اگر بازی با ماشین سازی به اون راحتی دو امتیاز دست نمیداد، با اون دو امتیاز الان تو صدر جدول بود. خیلی خیلی باید مراقب باشه، تیم با کیفیت، اما یه مقدار نوسانش داره به این تیم لطمه میده. و اینکه سپاهان فکر کنم تنها تیم کشورم باشه که با سیستم 4-3-3 بازی میکنه و فکر میکنم که در نوع خودش جالب توجهه که تو کشور ما تیمی میاد با این کیفیت سیستم 4-3-3 رو خوب پیاده میکنه. ببین 4-3-3 که در بیشتر مواقع تبدیل به 4-1-4-1 میشه، البته همینه، ولی باز میگم سیستم 4-3-3 با سیستم 4-1-4-1 بسیار متفاوته. برای مثال منچستر سیتی 4-3-3 بازی نمیکنه، 4-1-4-1 بازی میکنه، یا لیورپول فقط 4-3-3 بازی میکنه. این تفاوت 4-1-4-3 رو باید ما دقیقاً بدونیم کجاست. من دیدم بعضی مواقع سپاهان برای مثلا این بازی داشت کاملا 4-3-3 بازی میکرد، کاملا این سه تا مهاجم همیشه تو حمله بودن. اما من فکر میکنم که خیلی تا حدودی فکر میکنم مقدار خوش شانس هم بود، نه اینکه بگم پیکان یعنی در واقع تیم بعد. پیکان تیمیه که تو انگلیسی ها به یک کلمه میگم کیاس میگه، یعنی آشفته میکنه، همه چی رو به هم میره. این خودش یه تاکتیکه، یعنی توی مقابل تحت فشار میذاره. این بازیکنی که اوتو بلند میده همیشه من اسمش یادم میره، نادریه، نادر محمدی این تو بلند میفرسته، ارسال میکنن به هم میره و این در واقع شروع کاری باعث میشه موقعیت گل به وجود به کمین اتفاق افتاد. برای در مقابل پیکان بازی کردن خیلی سخت، این تیمایی که سعی میکنن بازی مستقیم به وجود بیارن، بازی رو به هم بریزن. ولی پیکان تصور سخت باشه که پیکان رو در پایان فصل هم در بالای جدول پیکان همین که در لیگ بمونه
براشون کافیه. ببینید تیمای مثل پیکان و سایپا حضورشون فقط کافیه، یعنی هدف خاص آنچنانی نداره. حالا شاید سایپا یه مقدار، حالا پیکان هم جدیدن توی اینکه بازیکن جوان معرفی میکنن یه مقدار به نظرم نقششون پررنگه، اما اینکه هدفی برای اینکه بتونن در واقع هدف بلند پرواز داشته باشن. من هم پیکان هم سایپا ضرری نمیکنن از بازیای بدون تماشاگر، چون هیچ وقت تماشاگر نداشتن. اما بریم چند تا بازی دیگه رو ببینیم. نفت مسجد سلیمان مقابل شهر خودرو قرار گرفت. آلومینیوم عراق هم میزبان تیم گلگهر سیرجان بود. نیما انتظاری است که پشت توپ قرار گرفته، یه ارسال کوتاه جلوی ما هوته جریمه، فرصت برای بازیکنان نفت توی دروازه. حالا اونها در نیمه زمین پشت محوطه جریمه حاضر هستند، ارسالش به تیر اول و توی دروازه. گل دوم نفت مسجد سلیمان. شار میام و سعی میکنند که نفتی ها نتونن بازی سازی بکنن. حرکت رو به جلو از بازیکنان شهر خودرو پشت محوطه جریمه توی دروازه. امین قاسمی نژاد این چهره. ارشاد فرجی میگیره توپ رو از او. سجاد جعفری ضد حمله، فرصت برای بازیکنان نفت مسجد سلیمان و توی دروازه. ساسان حسینی دبل میکنه و گل دوم خودش، گل سوم نفت مسجد سلیمان رو وارد دروازه شهر خودرو میکنه. آرشان اوبر بازی ضربه رو بزنه، حالا این کار انجام میده و توپش به دیوار دفاعی برخورد میکنه. در ادامه قچی برگردونه آقایی رو در اختیار گرفت. حقیقی سعی هم کارو دنبال میکنه. علیرضا حقیقی، زکی پور، پاس برای یار هم تیمی، ارسال بلند رو به جلو، ضربه سر یونس شاکری رو که به تیرک عمودی هم برخورد کرد، ولی داور قبلش خطا رو اعلام کرده به روی حسین پور حمیدی. آرمین سهرابیان، علیزاده، میلاد زکی پور، ارسال بلند برای گادوین منشا، ضربه سر رو منشا میزنه و توپی که حالا به کورنر میره. میسم آقای فرصت است برای تیم آلومینیوم عراق پشت محوطه جریمه گلگهر و ضربه که میزنه آقایی که شلیک رو انجام میده و چه سیوی داشت علیرضا حقیقی تو این صحنه. رسول خطیبی در مقابل امیر قلعه نویی مربی سابق تیم ملی که حالا جدال شاگرد و استاد بود، آخرش هم 0-0 شد. من فکر می‌کردم که گلگهر این بازی رو ببره. آره من خودم هم فکر می‌کردم می‌بره، اما یه مشکلی برای گلگهر پیش افتاده. در واقع این 6 هفته اخیر اگه شما نگم یه بازی بیشتر نبرده، شاید به این دلیل که میگم که شاید خود بازیکن‌های تیم گلگهر به این شرایط عادت نداره. البته بازیکن‌هایی که تو این تیم هستن در حال حاضر خب تیم‌های بزرگی بازی کردن، اما باز من نمیخوام زیر سوال ببرم واقعا شخصیت یک تیم. وقت نمیگم شخصیتش، میگم تجربهش. شاید تجربه بازی در اون سطح مثلا اول دوم لیگ نداشته، تو رتبه اول دوم باشه یه مقدار براشون سخت بود باوره که حتما اول دوم باشه. همون باور نمیکنه واقعا گلگهر اونجا باشه، شاید خودشون هم باورشون نبود. آره. نشده بود. برای همین ما میبینیم که یه مقدار افت کرده. 6 تا بازی یه برد، 3 تا شکست، 2 تا مساوی، به نظرم خوب نیست. اما در هر حال الان جایی که گلگهر است جایگاه خوبیه برای تیمی که سال گذشته تا لیگ اومده و همون چیزی که همین قرنی مشکلی که باید در واقع به بازیکناش تزریق کنه این میل به پیروزی رو که همیشه داشته باشه، نه اینکه دو تا بازی بردن در واقع اون میلشون کمتر بشه. این مشکلی که من توی گلگهر دیدم، حداقل دو سه تا بازی دیدم، حالا بحث فنیش که اون بازی مستقیمه امیر قرنی خو استاد تو این کار یه زمانی جواب میده زمانی جواب نمیده، اما فکر میکنم مشکل اصلی منشا مثل هفته اول گل نمیزنه دیگه. میگم که اون بحث اون پشن دیگه، اون اشتیاق که تو همیشه خوب باشه، همیشه بخوای ببری، همیشه بخوای گل بزنی، این یه مقدار تو تیم گلگهر کم شده فکر میکنم. متشکرم. میخوایم بریم به ادامه برنامه تا لحظاتی دیگه بخش فوتبال زنان رو تقدیمتون میکنیم. به هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان رسیدیم که با توقف مدعیان توی دو تا دیدار مهم برگزار شد. بریم به گروه یک اول. حساس ترین بازی سپاهان ذوب‌آهن در فولادشهر. این بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید. هر دو گل ذوب‌آهن رو سارا سبزواری به ثمر رسوند. برای سپاهان هم هانی علی مردانی و نرگس سبک‌تکین گلزنی کردند تا بالاخره سپاهان در این فصل امتیاز از دست بده. از این بازی مهم تنها یکی از گل‌های
ذوب‌آهن منتشر شد با کیفیتی که دیدید. اصفهان دو تیم بزرگ و صاحب نام داره هم در فوتبال مردان و هم زنان. اما از نظر رسانه‌ای اون چه که دیده میشه محرومیتی که تیم‌های زنان این شهر دارن. 99% خبرهایی که سایت و فضای مجازی که منتسب به باشگاه اصفهان منتشر می‌کنه از تیم مردانشونه. از تیم زنان فقط شاید نتایج بازی‌ها بعد از چند ساعت منتشر بشه. در ذوب‌آهن این موضوع بدتره. اونها هیچ خبری از تیم فوتبال زنانشون منتشر نمی‌کنن. امیدواریم روابط عمومی این دو باشگاه بزرگ همونقدر که به تیم‌های مردان اهمیت میدن برای تیم‌های زنان هم اهمیت رسانه‌ای قائل بشن. اما بریم به بازی دیگر این گروه. نماینده البرز در ارومیه 3-1 همیاری این شهر رو شکست داد. همیاری در همون دقایق ابتدایی توسط مهناز شاه مرادی از روی نقطه پنالتی به گل رسید، اما در ادامه سارا قومی کاپیتان کهنه‌کار البرزی‌ها با یک گل و 2 پاس گلی که به فاطمه خندان داد نقش اصلی رو در پیروزی تیمش ایفا کرد. و در گروه دوم شهرداری سیرجان بعد از 6 هفته پیروزی متوالی بالاخره متوقف شد و نتونست پالایش گاز ایلام رو شکست بده. این دو تیم به تساوی 2-2 رضایت دادن. ابتدا سیرجانی ها با گل‌های شبنم بهش و افسانه چتنور پیش افتادن، اما ایلام با گل‌های کوثر انبری و عاطفه ایمانی کار رو به تساوی کشوند. گل دوم ایلام از روی ضربه پنالتی به ثمر رسید که خب سیرجانی ها به این تصمیم داور اعتراض داشتن. ملوان بندرانزلی هم پس از هفته‌ها ناکامی با 7 گل قشقایی شیراز بحران زده رو از پیش رو برداشت. شیرازی‌ها هنوز موفق به کسب امتیاز در لیگ نشدن. صفورا جعفری 2 گل، افسانه اقبال 3 گل، هاجر شاهملک و پگاه نوری گلزنای ملوان در این بازی بودند. و در آخرین دیدار این گروه هم وچان کردستان با گلزنی زهرا قنبری و پرفین فرهادی 2-0 سارگل بوشهر رو شکست داد. از این بازی هم تصویری منتشر نشده. اما بریم سراغ بازیکن برتر این هفته. سارا سبزواری رو انتخاب کردیم. بازیکن 34 ساله اما آماده سبزپوشان اصفهانی که هر 2 گل زوبی ها رو در دربی امروز اصفهان به ثمر رسوند. سارا متولد اصفهان اما اصالتاً اهوازی متأهل و یک فرزند 7 ساله داره. سارا ابتدا در فوتسال توپ می‌زد و ملی پوش هم بود، اما به فوتبال تغییر رشته داد، راهی ذوب‌آهن شد و توی ذوب‌آهن توی این سالها در پست فوروارد و هافبک تهاجمی بازی کرده. تا اینجا فصل هم 4 گل برای ذوب‌آهنی‌ها به ثمر رسونده. برمیگردیم به مزدک و آقای طرفی. بله، متشکر از زهرا. اینا هم اشاره بکنم که کلن سایت هایی که تیم های باشگاهی مردان هم دارن چنگی به دل نمیزنه و فکر میکنم که اگر فرصتی بشه ما در برنامه آینده راجع به موضوع و تفاوت هایی که سایت های باشگاهی ما با باشگاهی خارجی دارن صحبت خواهیم کرد. اما دوشنبه بعد از ظهر بازی حساس استقلال و پرسپولیس برگزار شد. خب ما به موقعش پرداختیم و بازیشون که مساوی شد. با توجه به نوع بازی کاملا مشخص بود که استقلالی‌ها از این مساوی بیشتر راضی بودن. نکته مهم این ماجرا این بود که محمود فکری سرمربی استقلال بعد از بازی به جای پذیرش نقاط ضعف تیمش بازم داور رو مسئول نتیجه دونست و از طرف دیگه اشاره کرد که همه بعد از شهرآور کارشناس میشن. اتفاقات بعد از این بازی توی این چند روز زیاد بوده. گزارش احسان اکبری رو ببینیم. 2-2 مساوی. تیم محمود فکری در داربی نباخت، اما پس از فرار از شکست به اندازه یک شکست خورده از سوی برخی از هواداران و استقلالی های سابق تحت فشار قرار گرفت. سلطان محمود به سلامت. الان چی میخوای بگی؟ خیلی شانس، خیلی بازی قشنگی بود. بازی در نصف باید 5-2 تموم میشد. به چه دلیل؟ شما یه یار اضافه داشتین، محمود فکری. اگه اون رو نداشتین که اتفاقا نمی‌افتاد. فکری ترجیح داد در نشست خبری پس از بازی داور را علت برنده نشدن تیمش بداند، نه تعویض عجیب دیاباته در ابتدای نیمه دوم. و شاید متاسفانه اون پنالتی که اتفاق افتاد و گرفته میشد روند بازی اصلا عوض میشد. ساعتی بعد از داربی هروی میلیچ مدافع چپ کروات استقلال پس از مدت‌ها نیمکت نشینی و عدم دریافت دستمزدش ایران را شبانه ترک کرد تا احتمالاً استقلال با یک شکایت بین‌المللی دیگر روبرو شود. خودم خیلی دارم اذیت میشم از حاج محمود و باشگاه.
یه درخواست عاجزانه دارم که کمک کنم من جداش. 24 ساعت بعد هم کادر فنی استقلال فرشید باقری دیگر بازیکن معترض به نیمکت نشینی را از حضور در تمرینات منع کرد تا او سومین بازیکنی باشد که در این فصل با کادر فنی پرتعداد استقلال وارد چالش می شود. استقلال محمود فکری با کسب 19 امتیاز از 10 بازی بهترین عملکرد آبی ها را در 5 فصل اخیر داشته، اما توقع هواداران از تیمشان بالاست. او حالا در حدی تحت فشار است که شاید تیمش با یک باخت وارد بحران جدی شود. در این شرایط استقلال دوشنبه باید در تبریز به مصاف تراکتور برود. آبی ها از آخرین حضورشان در ورزشگاه یادگار خاطرات خوبی دارند. آغاز آتشبازی ورژن ایتالیایی استقلال با استراماچونی و دیاباته که البته زود سرد شد. مساوی میشه. حالا محمود فکری دوشنبه برای فرار از فشار هواداران چاره‌ای جز پیروزی برابر تراکتور ندارد. بردی که میتواند احتمالاً پایانی باشد بر مقایسه فکری و استراماچونی و شروعی برای مسیر قهرمانی استقلال فکری. البته فراموش نکنیم که رقیب استقلال تراکتور مدعی است با 3 کاپیتان تیم ملی. احسان اکبری، ایران اینترنشنال. استقلال یه بازی خیلی حساس با تراکتور داره و فکر میکنم که خیلی خیلی این بازی میتونه در ادامه روند استقلال مهم باشه. من فکر میکنم یه مقدار منصفانه نیست که اینقدر به محمود فکری فشار بیاریم هم از هر طرف. درسته، خب کیفیت خیلی مهمه در فوتبال، اما تصمیماتی که میگیره، تصمیمات انضباطی که میگیره، برای مثال من میبینم الان مسئولین تیم باشگاه استقلال مدیریتش گفتن که میلیچ به دلیل اینکه رو نیمکت بازی نکرد، رو نیمکت بود رفت. خب اگر اینطور باشه که اصلا این بازیکن باید اخراج بشه، اما بیشتر این صحبت گفتن که بله پولش نگرفته. بعد باز دیگه یکی از اعضای هیئت مدیره برای اینکه حالا نم خودشیرینی بکنه یا چیزی گفته که برش میگردونید. نه ببینید بازیکن، ببینید بازیکنی که بازی نمیکنه، همه جای دنیا بازیکنی که بازی نمیکنه ناراحته، ولی هیچ بازیکنی نمیتونه قهر کنه برش جز اینکه یک بهانه ای داشته باشه. این بهانهش چیه؟ پولش نگرفته. وگرنه بازیکن حرفه‌ای بوده، همه جا بازی کرده، میدونه که برای اینکه بره تو زمین باید بشینه دعوا کنه، بجنگ حقشو بگیره بره. اما فکر میکنم یک منصفانه نیست که محمود و این شرایط قرار بدن از هر طرف تحت فشار قرارش بدن. من خودم قبول دارم لحاظ تاکتیکی مشکلات زیادی استقلال داره در زمانی که صاحب توپ نیست. اینو باید حتما این مشکل رو برطرف کنه. اگه این مشکل رو برطرف نکنه مطمئنا نمیتونه به حتی مدعیان هم اضافه بشه، چون تیم آروم آروم داره شکل میگیره. الان ما میبینیم تراکتور شرایطش خیلی بهتر شده، تراکتور روی تیم بهش برگشته، بازیکن‌ها میدونن چی میخوان. در زمانی که توپ از دست میره، تو سرعتی که میره تو حمله فوق‌العاده است، چیزی که استقلال خیلی مشکل داره. استقلال وقتی توپ از دست میره ما میبینیم خط دفاعیش زمان، یه زمانی شما یک خط دفاعی شکل بگیره، آرش دفاعی بگیره، ممکنه طول بکشه، ممکنه طول بکشه. تیم‌ها خیلی سریع به اون، برای اینکه شما قبل اینکه در واقع به خط دفاعی آرش پیدا کنه، اون خیلی سریع میرنش دروازه شما رو باز میکنن. اما خط دفاعی استقلال اصلا به آرش نمیرسه، یعنی شما حتی زمان هم که بهش میدی اون شکل دفاعی مناسب رو پیدا نمیکنه. اگر بخواد جلوی تراکتور اینجوری فوتبال بازی کنه، یعنی زمانی که توپ از دست میده شکل دفاعی مناسب خودش هر چه سریعتر پیدا نکنه یا اصلا شکل دفاعی نداشته باشه، مطمئنا کار سختی بقیده. شما فکر میکنم الان اگه خانزاده برگرده، ببین خانزاده برگرده این مشکلش خیلی برطرف میشه. من فکر میکنم که درست هادی محمدی این روزا داره خیلی خوب بازی میکنه و در واقع فکر میکنم تا حدودی زیاد در کنار وفا هخامنش بازیکنایی هستن که تا حدودی کنارم دارن آروم آروم بهتر میشن، اما یه مشکلی که دارن سرعت لازمو نداره. ببین در فوتبال خیلی مهمه شما مدافعین وسط سرعت لازمو داشته باشه، دقیقاً که بتونی فضا و بودن قاعدی و حتی ارسال متعری میتونه لطمه بزنی. برای همین این تیم اگر قرار خانزاده برسه، من فکر میکنم خیلی میتونه کمک کنه بهشون. اگر خانزاده نباشه حتما با شکل دفاعی یه مقدار عقب‌تر شه. یه سوالی که فکر میکنم برای همه هوادار استقلال مهمه اینه که با توجه به شرایطی که الان قاعدی داره و متحرکی دائما دارن گل میزنن، آیا دیاباته باید به ترکیب تیم اضافه بشه یا اینکه بعد بود امکانات بشینه حالا دقایق پایانی بیاد؟ نه نباید باشه. من میگم وقتی دو نفر دارن خوب بازی میکنن، گل هم میزنن، تاثیرگذارن، چه اصراریه. شما میتونید دیاباته یه جوری، ببینید شما میتونید دیاباته یه جور دیگه استفاده کنه، همون جوری که برای مثال لازم هست. شما یه موقع از دیاباته نمیتونه بازی کنه، خب بشین اون امکانات ایراد نداره، اما یه زمانایی که نیاز به گل داری باید تحت فشار بذاری تیم مقابل، خب دیاباته رو میذاری تو زمین. این کار اشتباهی که به نظرم استقلال در بازی با پرسپولیس کرد. دوم همه چیز از دست داد و همین دلیل بود که فقط می‌خواست این سه تا بازیکن در یک زمان تو زمین باشه. یه زمانایی درسته یک مربی باید راه حلی پیدا کنه که این سه تا بازیکن بتونن در یک آن واحد در تو زمین باشه، اما وقتی نمیتونی این کارو بکنی بهتره که بشینونیم کات.
بله خیلی متشکر. بریم سراغ ادامه برنامه. نساجی امروز مقابل ماشین سازی قرار گرفت، بازی که تبعاتی داشت و بازی سایپا و زوبان هم که بازی حساسی بود. بریم دوتا بازی رو به اتفاق تماشا کنیم. سایپا حسین ماهینی با پای راست ارسال بلند به تیر دورتر، فرصت برای تیم سایپا سون، شلوغی موقعیت جریمه، سانتر بلند، یه تیکه روی دروازه، موقعیت برای تیم سایپا هستون، شلوغی موقعیت جریمه، یه سوپر سیو از یوسف بهزادی. خود حسین ماهینی ارسال روی دروازه، یه ضربه، یه سر و گل برای تیم سایپا، گل اول برای این تیم ثبت میرسه. فریبرز گرامی است که دروازه رو باز میکنه. قاسم حجادی فر صاحب توپه، میاره به جلوتر، آخرین تلاش های زباهنی ها میتونه باشه، یه ضربه، خطا و پنالتی، پنالتی اعلام میشه. حسین منادی در مقابل وعید محمد زاده و گل تساوی، گل تساوی، بازی یک یک شد. سایپا اول فضل جلالی ارسال بلند روی دروازه، یه ضربه سر، موج حمله بعدی تیم سایپا در راه و بازم موج توپو از دست دادن، همچنان موقعیت هست، سایپا دست بردار نیست، میارم عقب‌تر، ضربه روپا و توپی که وارد دروازه شد، بازی 2-1 میشه به سود سایپا. تیم ماشین سازی بوده و نساجی دو پیروزی داشته در لیگ امسال، بازم ماشین سازی ارسال تیره، یکی موقعیت خطرناک و به همین سادگی دروازه نساجی باز میشه. چقدر راحت و چقدر زود ماشین سازی به گل اول میرسه. ببینیم از نمای پشت دروازه، یه ارسال تند و تیز و بدین صورت تا پشت محوطه جریمه خوب پیش بنم و اونجا ببینیم قائد رحمتی چه موقعیتی رو از دست داد. بازیکن باهوشی مهدی نظری، یه بار دیگه پرتاب، بازم موقعیت، توپ روی هواست، کریم اسلامی، ببینیم اونجا میتونه روی توپ اثر بذارن یا نه، و میلاد کمندانی دروازه ماشین رو باز میکنه. وقتی اسم سایپا رو میشنویم واژه مساوی می تو ذهنمون، اما این بازی مساوی نشد و سایپا زوباهن رو شکست داد و خوبم بازی رو برد در دقایق پایانی. بازم زوباهنی دقایق پایانی نتونستن بازی رو حفظ بکنن و شکست خوردن با رحمان. فکر میکنم که این چند روز آخر این کشمکش هایی که بین رحمان رضایی و آقای کربکندی به وجود اومد یه جوری تاثیرگذار بود، اما عملکرد فنی این تیم هم زیاد خوب نبود. من فکر میکنم که خب آقای کربکندی بسیار شخصیت در واقع آرومی دارن، خودش فوتبالیست بوده، مربی بوده، اما من انتظار نداشتم به عنوان یک کسی که تو فوتبال بودم و میدونم که خیلی سخته شما یه مربی که یه بازی حساس داره اینجوری تحت فشار قرار بدین. قبول دارم زوباهن مشکلات زیادی داره، اما این موضوعات باید در خود مدیریت، در خود باشگاه بمونه. من میگم از 15 امتیاز 11 امتیاز باید بگیری تا بمونی، فکر می‌کنم هیچ جای دنیا نیست. نه اصلا یا شما بگین آقای مربی در توانش نیست، رو دروازه که ندین آقا نمیتونه، بزنش کنار، خیلی راحت بزنش کنار، آقا شما، ما به این نتیجه رسیدیم که شما نمی. ولی یه چیزی در فوتبال میگین که شما 15 امتیاز بگیرید، اگه 15 امتیاز گرفتین تا آخر فصل هستین، اگر 11 امتیاز گرفتین تازه باید بشینین با هم صحبت کنیم. ببینید اصلا این شکلش درست نیست به نظر من. اگر حتی مطرح شده باشه به نظر من نباید درز بکنه در مطبوعات. من میگم که اصلا این میتونین شما اینو در خودتون بین خودتون صحبت کنین، یا حتی مربی رو شخصا بیارین که باز اینم من قبول ندارم. اما وقتی که شما در رسانه‌ها مطرح میشه، موضوع باز میشه، شما چطور میتونین این بازی کنین، این مربی چطور میتونین این بازیکن آماده کنه برای این بازی؟ ببینید این نبود تمرکز قشنگ تو تیم زوبان مشخصه. تیمی که دقیقه 89 گل میزنه بازی رو مساوی میکنه، دقیقه 91 دوباره گل میخوری، این نشون میده این مشکل یه چیزی دیگه از فرا از مسائل توی زمین فوتباله. درسته رحمان رضایی توی 11 بازی برد نیورده، من قبول دارم، اما روز اولی که باشگاه زوبان رفت رحمان رضایی به عنوان کسی که بازیکنشون بوده، بازیکن ملی بوش بوده و اولین سال مربیگریش اوورده گذاشته اونجا، باید این تاوان هم بده که این ممکنه اتفاقات بیفته. شاگردان هم اگر بود بله یه خبر اتفاق دیگه می، آره اگه شاب بود اتفاق نه اینکه بگم دروازشون بعد گل دومی یه مقدار بعد که دو تا توپو خیلی خوب گرفت. فکر می کنم که زوبان باید به عنوان تیمی که 3
ساختار درستی در فوتبال ما داره، این چند ساله ما می‌بینیم همش داره مربی تغییر میده. منصوریان میاد، نمازی میره، نمیدونم کولوویچ میاد، لوکا بونچیچ میاد، رحمان رضایی میره. خب این اصلا خوب نیست. در همشون انتقاد دارن بهتر مربی یک دهه اخیر. همشون هم میگن ما نتیجه گیریم. خب اگه تیمی که نتیجه بگیره مربیش که عوض نمیکنن که، نتیجه نگرفتین. اما فکر میکنم که این همیشه هم دلیلش همینه، چون زوباهن از معدود باشگاهی فوتبال ایرانه که ساختار درستی داره و انتظار درستی از مربیاش داره. سطح انتظاری، سطح انتظار مقبولیه. میگه خیلی خوب، ما نمیخوام شما قهرمان بشید، حداقل تو جدول تو یه جایگاه خوبی باشین. اما وقتی میدن تای جدول، الان شما از زمان آقای نمازی، آقای منصوریان، آقای رحمان رضایی یا بناچی، همه پایین جدول بودن، همش پایین جدول بودن. خب حق دارن مربی از مربی در واقع نتیجه بخوان، چون واقعا گفتم که تو تمام فوتبال ایران نگاه کنید، تمام امکانات و ساختار یک باشگاه حرفه‌ای رو کامل داره. کامل راجع به نساجی صحبت بکنیم. وحید فاضلی برکنار شد. الان دقیقی پیش گفتن که مجید جلالی انتخاب شده به عنوان سرمربی جدید تیم نساجی. فکر کنم فرصت کافی دادم به فاضلی. من فکر می‌کنم آقای فاضلی تیم خوبی درست کرد واقعا. ببینید، اما یه جایی به یک جایی میرسه که دیگه نه باشگاه مقصره نه مربی. من فکر می‌کنم اینجا نه مدیران باشگاه نساجی مقصره نه آقای فاضلی. به یه جایی میرسه که باید در واقع قطع بشه. همون اتفاقی که گفتم توی تاتنهام افتاد، یعنی لوی اصلا نمیخواد پوچتینو بذاره کنه، اما گفت دیگه یه جایی رسیدی که به یه جایی دو نفر رسیدن که نه اون میتونه مشکلی رو برطرف کنه، نه اون توانو داره که تیمو حفظ کنه. فکر می‌کنم آقای فاضلی با توجه 7 سال اولش بود، فشار حالا یه مقدار خوش شانس هم بود، تماشاگرها نبودن تو استادیوم، یه مقدار فکر می‌کنم چی میگن، نتونست اون مشکلات روانی تیمشو برطرف کنه. علاوه بر فنی امروز هم دیدیم که تیمش خوب بازی کرد، موقعیت‌های زیادی به وجود میاد، اما وقتی شما 7 تا بازی 6 تا بازی نمیبری و همش میبازی، اینجا مدیرها حق دارن که یک در واقع 7 تا بازی بدون برد، 7 تا بازی نمیتونی ببری و میری ته جدول، مدیرها حق دارن بترسن و دست به یه دنبال یه آدمی باشن با تجربه تر مثل آقای جلالی که بیاد حداقل تو این شرایط تیمو از این بحران بکشه بیرون تا بعداً یک تصمیم درستی بگیرن. بریم سراغ ادامه برنامه. بعد از چندی ماه کشمکش، فیفا و AFC اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران رو تایید کردن و قراره که انتخابات این فدراسیون هم روز 10 اسفند ماه جاری برگزار بشه. ما تا روز انتخابات به طور ویژه انتخابات رو بررسی میکنیم. بریم سراغ زهرا. چه کسی رئیس بعدی فدراسیون فوتبال ایران میشه؟ ما تا 10 اسفند که تاریخ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، میخوایم هر هفته در هتریک سراغ این موضوع بریم. اما انتخابات این دوره از نظر قانونی قراره با تفاوت اساسی نسبت به دوره‌های قبل برگزار بشه. تفاوت‌های اساسی که بعد از اصلاح اساسنامه فدراسیون به اصرار فیفا شکل گرفته. اهمیت این تفاوت‌ها در اینجاست که برای مثال در این دوره از انتخابات فوتبالیستان به راحتی میتونن نامزد بشن. به همین خاطر چهره‌ای مثل علی کریمی تونسته وارد این کارزار بشه و مهدی مهدوی کیا رو به عنوان نایب رئیس اولش معرفی کنه. همینطور چهره‌ای مثل مهدی تاج و علی کفاشیان دیگه در این دوره نمیتونن برای حضور در هیئت رئیسه ثبت نام کنن و البته دوره‌های بعدی. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش هم طبق اساسنامه جدید دیگه از اعضای مجمع عمومی نیست و حق رأی نداره. در اساسنامه قبلی وزیر ورزش و معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش هر کدوم یک حق رأی داشتن. اما چرا فوتبالیست ها میتونن به راحتی نامزد بشن ولی برخی رؤسای سابق فدراسیون فوتبال دیگه نمیتونن و چرا وزیر ورزش دیگه از اعضای مجمع عمومی نیست؟ جواب این سوال ها در تغییراتی که اساسنامه پیدا کرده. درباره وزیر ورزش، بند 4 ماده 19 اساسنامه جدید میگه وزیر به خاطر جایگاهی که داره عضو افتخاری مجمع عمومیه و حق داره تا دستور جلسه مجمع رو دریافت و در مباحث مجمع شرکت کنه، اما حق رأی نداره. در اساسنامه قبلی گفتیم وزیر ورزش یکی از معاونینش که حق رأی داشت. فیفا ایراد اساسی گرفت به این بخش از اساسنامه که اصلاح شد، اما خب می‌بینید همچنان وزیر ورزش حضور افتخاری در جلسات مجمع خواهد داشت. دو تغییر مهم دیگه در اساسنامه، یکی بند 3 از ماده 33 که میگه هیچ شخصی نمیتونه بیش از 3 دوره متوالی یا متناوب در هیئت رئیسه فدراسیون باشه، چه رئیس باشه چه نایب رئیس یا سایر اعضای هیئت رئیسه باشه. این همون بندیه که مانع از نامزدی چهره‌هایی مثل تاج و کفاشیان در انتخابات فدراسیون میشه. اما بند 4 همین ماده هم شرط داشتن سابقه 5 مدیریت ورزشی رو که در اساسنامه قبلی برای نامزدهای عضویت در هیئت رئیسه لحاظ شده بود به 4 کاهش داده. این 4 مدیریت هم در زمینه
زمینه یک اساسنامه معادل سازی شده. زمینه یک اساسنامه رو ببینیم. به اهالی فوتبال این زمینه اجازه میده فقط با داشتن یک شناسنامه و برگه عدم سوء پیشینه برن و برای انتخابات در عضویت هیئت رئیسه نامزد بشن. برای بازیکن‌ها سابقه 4 سال مدیریت ورزشی به این شکل معادل سازی شده که دست کم 4 فصل باید در لیگ‌های حرفه‌ای فوتبال و فوتسال زنان و مردان بازی کرده باشن یا در تیم‌های ملی برای این مدت عضویت داشته باشن. برای مربی‌ها اما دست کم 4 فصل مربیگری در لیگ‌های حرفه‌ای یا تیم‌های ملی اینجا براشون معادل 4 سال مدیریت ورزشی در نظر گرفته میشه. این شامل داورها هم میشه. داورانی که سابقه 4 سال قضاوت در لیگ‌های حرفه‌ای دارن یا 4 سال در لیست بین‌المللی داورا بودن میتونن وارد کارزار انتخاباتی فدراسیون بشن. در انتخابات 10 اسفند قرار 11 عضو هیئت رئیسه انتخاب بشن. میخوایم ترکیب اعضای هیئت رئیسه رو ببینیم. یکی از صندلی‌ها که خب صندلی رئیس فدراسیون فوتبال خواهد بود. 3 تا از صندلی‌ها از بین افرادی که سابقه مدیریت ورزشی دارن به اونها تعلق میگیره. 3 صندلی به 3 نایب رئیس فدراسیون تعلق میگیره که نایب رئیس سوم حتما باید زن باشه. 2 صندلی هم سهم 2 تا از مدیران عامل باشگاه لیگ برتر یا لیگ دست اوله و 2 صندلی باقی موندم سهم 2 تا از رؤسای هیئت‌های فوتبال استان‌ها میشه. میخوایم بریم سراغ حالا مجمع عمومی فدراسیون، جایی که سرنوشت انتخابات با رأی اعضاش مشخص میشه. مجمع عمومی تو اساسنامه قبلی 75 عضو داشت، تو اساسنامه جدید شده 89 عضو، شاید به رقابتی بودن انتخابات کمک کنه. ترکیب اعضای مجمع عمومی را مشخص کردیم. 38 صندلی که سهم باشگاه فوتبال شامل لیگ برتر، لیگ دسته 1، لیگ دسته 2، فوتبال ساحلی در بخش مردان و زنان میشه. 32 صندلی رو هیئت‌های فوتبال دارن. 6 صندلی کاپیتان‌های اول یا دوم تیم‌های ملی هستن. 6 صندلی سرمربیان تیم‌های ملی هستن. 4 صندلی به 4 نماینده از بخش فوتبال فدراسیون‌های ورزش دانش آموزی، دانشگاهی، کارگری و نیروهای مسلح تعلق می‌گیره. 2 صندلی به 2 داور مرد و زن و صندلی آخر هم سهم نماینده اتحادیه باشگاه‌های فوتباله. همونطور که می‌بینید قدرت اصلی تون انتخابات در اختیار باشگاه فوتبال و هیئت‌های فوتباله. لابی‌ها و بازی‌های پشت پرده‌ای که اینجا اتفاق می‌افته از همین حالا ایجاد حاشیه کرده و این نگرانی رو به وجود آورده که آیا انتخابات امسال در یه فضای رقابتی و آزاد که فیفا و AFC روش تاکید کردن برگزار میشه یا نه. رئیس هیئت فوتبال هرمزگان چند روز پیش با شبکه استانی هرمزگان مصاحبه کرد که به این نگرانی ها دامن زد. رنجبریان توی این مصاحبه درباره شانس علی کریمی در انتخابات فدراسیون فوتبال حرف زده و گفته متاسفم که بگم شکست میخوره و تاکید کرده به اعضای مجمع سفارش شده به چه کسی رأی بدن. هفته های آینده ما این پرونده رو ادامه میدیم. سازوکار انتخابات رو رصد میکنیم. کارنامه و برنامه نامزدها رو البته اگر برنامه ارائه کنن بررسی میکنیم و نیم نگاهی هم داریم به پشت پرده انتخابات، از وزیر ورزشی که دیگه حق رأی نداره تا لابی‌های کاندیداها و قدرتی که هیئت‌های فوتبال دارن، موضوعاتی که همه‌شون رقابتی بودن این انتخابات رو به چالش می‌کشن. برمیگردیم به مزدک و آقای طقوی. بله، متشکرم از زهرا، کامل توضیح داد که وضعیت چگونه است و همه روشن شدن که وضعیت انتخابات چگونه خواهد بود. ما هم امیدواریم که یه زمینه به وجود بیاد که انتخابات بدون مشکل برگزار بشه و همه بتونن رأی بدن و رأی ها از قبل مشخص نباشه. اونطوری که مشخصه ظاهرا یه کاری میخوان بکنن که حالا اون گزینه های مد نظر خودشون انتخاب بشن. خب مشخصا همینطوره، وقتی ما میگیم لابی، قراره چه کسی لابی کنه؟ همه ما علی کریمی لابی نمیکنه. اما اینکه لابی از طی هیئت‌های فوتبال شده و بیشترین سهم این قسمت دارن، میتونه از قدیم همینطوری بوده، از قدیم همینطور بوده و با توجه به اینکه در حال حاضر همین الان من نمیخوام تهمت به کسی بزنم، اما همین الان سرپرست تیم ملی ارتباط نزدیکی با اونا داره، شاید یکی از لابیایی که میتونه کمک کنه از همین طرف باشه. یا در مورد لیگ‌های برتر ما الان میبینیم یه باشگاه میاد میگه که مثلا آقا بازی من نمیخوام بازی کنم، ما میبینیم به راحتی عوض میشه بازی، بازیش عقب میفته، میگه تا فلان چیزی نشه. اینا همه
برمیگرده به همون لابیه و فکر میکنم که این اگر این طور باشه من خوشبین نیستم. البته خب اونایی که حالا سالا توی این مدیریت بودن این بازی رو خوب بلدن. بله و من میدونم که این مدیریت نیست، لابیگریه. شما در مدیریت باید لابی کنی، اما نه لابیگری منفی. شما با چند نفری که میدونی همسو هستین، این همسو بودن فکری و برنامه‌ریزی، همسو بودن برنامه‌ریزی میتونه کمک کنه. اما اینکه شما ببین من لابی ایرانو نمیذارم همسو بودن یه تفکر در واقع درست. ببخشید میتونم اینو بگم که یک بدبستونه، یکی یه چیزی میده یه چیزی میگیره و این خوب نیست برای فوتبال ما. بحث در این مورد زیاده، ما هم هفته های آینده راجع به این بازم صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ لیگ. مثل استقلال وضعیت پرسپولیس هم بعد از شهرآورد پیچیده و مبهم بود. پرسپولیس در روزی که میتونه استقلال رو ببره در لحظات پایانی با این تیم به تساوی رضایت داد. یحیی گل محمدی هم مثل محمود فکری به جای پذیرش مشکلات تیمش حمله به عضو هیئت مدیره باشگاه رو در دستور کارش قرار داد تا به نوعی از زیر فشار انتقادها فرار کنه. وضعیت پرسپولیس بعد از داربی رو در این گزارش احسان ببینید. قائدی حرکت کرده، قائدی و توی دروازه. هفته بحرانی پرسپولیس 93مین دقیقه داربی با گل انفرادی مهدی قائدی شروع شد، گلی که مکمل فرصت سوزی های احمد نوراللهی بود تا برد در ثانیه های پایانی از کف یحیی گل محمدی برود. یحیی در نشست خبری پس از بازی اول از هواداران معذرت خواهی کرد و بعد به وزیر اولتیماتوم داد که دندان پزشکش را از ریاست هیئت مدیره عزل کند. از تک تک شما واقعا عذرخواهی میکنم، کسی که این همه مشکلات برای ما به وجود آورده الانم به عنوان رئیس هیئت مدیره داره کارش را انجام میده و پوزخندم و نیشخندم به ما میزنه که من هنوز هستم. ولی من تا یکی دو روز آینده به آقای وزیر دارم همینجا پشت تریبون دارم میگم، پشت این با میکروفون دارم میگم، تا یکی دو روز اگه آقای رسول پناه تو سر کار باشه دیگه تبعات همه چیزو باید خودشون بگردن بگیره. گل محمدی در تمرین فردای داربی شرکت نکرد و تمرین روز چهارشنبه را هم تعطیل کرد تا شایعات قهر او در رسانه‌ها داغ شود. اصلا می جای چود علی بود پریپور یحیی فوش می‌شد. من نمی در ساعات پایانی چهارشنبه سومین فیلم از صحبت‌های مهدی رسول پناه منتشر شد. ویدئوی پر از توهین به گل محمدی و سرخپوشان سابق و فعلی. سر چیز دیگه، سر اون بازی که کشیدش بیرون. اومد پوشن اون پنجشنبه گل محمدی به تمرین برگشت و البته در مصاحبه با سایت باشگاه از وزیر دلجویی کرد. رسانه‌ها میگویند این ویدئوی سوم و اعتراض تند یحیی رسول پناه را در آستانه حذف از پرسپولیس قرار داده. حالا شاید یحیی با تمرکز بیشتر روی نقطه ضعف‌های تیمش کار کند تا در دقایق پایانی بردها راحت از دست نرود. پرسپولیس که بیش از 45 روز از طعم پیروزی را نچشیده روز دوشنبه باید در آزادی از فولاد جواد نکونام پذیرایی کند. بازی که میتواند طلسم مساوی های پرسپولیس را بشکند و شروعی باشد برای حمله سرخ‌ها به صدر جدول، جایگاهی که 4 سال خانه آنها بوده. امیری پاس رو به جلو، منتظر دوشنبه جذاب فوتبال ایران میمانیم. احسان اکبری، ایران اینترنشنال. گل برای پرسپولیس. یه موضوع تکراری بحث در مورد وضعیت مدیریتی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که پرسپولیس هم شرایط جالبی نداره. ما بارها تو همین برنامه صحبت کردیم و این واقعا ضربه میزنه به تیم‌های باشگاهی ما و باید ببینیم که کی بالاخره این دو تا باشگاه خصوصی میشن. انتظاری که سال‌هاست نتیجه نداشته. نداشته. من خودم شخصا از یحیی انتظار نداشتم واقعا. حالا شاید تحت فشار بوده و اینجور صحبت کرده. معمولا ببینید شما در مورد بحث مدیریتی میتونید اظهار نظر بکنید، برید تو دفتر بشینین نظراتون رو، اما اینکه در یک در واقع مطبوعات و اینقدر شفاف موضوعاتو بگین، این برمیگره به اینکه یک فشاری میخواین به اون در واقع بحث مدیریت بشه، تغییرات رو بشه. من خودم شخصا قبول دارم آقای رسول پناه نوع برخوردشون کاملا نه تنها غیر حرفه‌ای و میتونه اصلا مؤدبانه نبوده،
مثلا لازم نیست که در واقع ایشون تحت فشار بذارن که بزننش بیرون. ایشون خودش بود استعفا میداد با اتفاقی که افتاد. اصلا بود میذاشتن. دقیقاً بود استعفا میداد. خودش بود میرفت بیرون. با اون انتشار هم اولین ویدیو بود استعفا میداد. اما اینکه میمونه بعد دوباره از این ویدیوها بیشتر استفاده میشه برای اینکه یک نوع باچخایی بشه، من با این موافق نیستم. این سومی دقیقاً گذاشتن همون روزی که یحیی اعتراض کرد. اعتراض کرد. این میگم کار آقای رسول‌پناه کاملا اشتباهه و ایشون باید همون روز اول کلا از فوتبال میرفتن کنار، چون برخوردشون بنوالا من بحث حقوقی و شخصیتیشون رو بزنیم کنار، از لحاظ اخلاقی هیچ کس درست نیست که اینجوری سو. البته میگم یه مقدار فکر میکنم برنامه‌چی از قبل بود، یعنی اون نوع فیلم برداری، اما شما باید خیلی هوشیار باشی، حتی اگه برنامه‌ریزی هم باشه شما نباید وارد این بازی باشی. مثلا مدیر عامل باشه نباید با خبرنگار به این شکل صحبت کنه، با این ادبیات من نمیفهمم مثلا نه با خبرنگار با هیچ کس. شما به عنوان یک مسئول حقوقی اصلا من بس حقوقیش میذاریم کنار، علاوه حقیقی هم درستی توی یک جامعه شما که شماش میشناسن شما رو، اون کسی که اومده با آقای رسول‌پناه صحبت کرده که به عنوان به چه شخصی اومده صحبت کرده، به عنوان آقای رسول‌پناه مدیر عامل باشگاه ما هیئت مدیرش پر از این آدمایی هست که سه سال پیش اصلا هیچ کس نمیشناختتشون، الان اسمشون توی مطبوعات توی رسانه‌ها همه جا مطرحه و هواداره پرسپولیس استقلال رو میشناسن واقعا. متاسفانه این استفاده از کلمات به این کلماتی که به کار رفته شده واقعا اصلا قابل قبول نیست و من خودم شخصا نبودم برای همیشه میرفتم کنار اینجور صحبت کردن، من نمیخوام بره واقعا و این خیلی بده. ببینید خیلی بده، درسته کار یحیی مقدار حرفه‌ای نبود که اومد در واقع این موضوع رو باز کرد، اما اینکه آقای رسول‌پناه همچنان اصرار داره که در مدیر، حتی اگه کارش هم درست باشه، حتی اگه اون حرفایی که زده درست هم باشه که من فهمیدم بعضی از مواردش درسته، اما نحوه صحبت کردن و اونجور صحبت کردن به هیچ عنوان قابل قبول نیست. فقط کوتاه راجع به پرسپولیس فلان صحبت بکنیم، خیلی چه اتفاقی افتاد؟ خیلی باید سختی برای پرسپولیس، پرسپولیس خیلی مراقب باشه. فولاد نشون در مقابل تیمای مدعی تیمی نیست که ببازه، امکان نداره به راحتی این نیست که بیاد پرسپولیس بکنه میتونه فولاد رو ببره. اگر مراقب نباشه تو ممکنه ببازه. فولاد تیم خیلی گردن کلفتیه و پرسپولیس به نظر من بازی سختی پیش رو داره. اما در حالی که شاهد حضور خیلی از تیم‌های جدید در فوتبال ایران هستیم، برخی از نام‌های قدیمی کماکان جایگاه ویژه در دل هواداران فوتبال دارند. تیم‌هایی مثل صنعت نفت آبادان و ملوان بندرعنزلی از جمله تیم‌هایی هستند که که حتی در روزهایی که به دسته پایین‌تر هم سقوط کرده بودند، هواداران خودشون رو کاملا در کنار خودشون حس کردن. اونا ریشه در دل و جون مردم شهرشون داره، مردمی که دلشون به همین تیم‌ها خوشه و با پیروزی اونا خوشحال میشن و با شکست اونا دچار غم و اندوه میشن. صنعت نفت آبادان تیمی ریشه دار در جنوب کشورمون که هوادار بسیار زیادی داره. اونا در اوایل دهه 90 به دسته اول سقوط کرده بودند، سه فصل برای بازگشت تلاش کردن تا به نتیجه رسیدن، اما تو این دو فصل اخیر صنعتی‌ها شروع خوبی داشتن، فصل گذشته با اوجگیری مشکلات مالی نتونستن دووم بیارن و در پایان فصل هفتم شدن، اما این فصل با سیروس پورموسوی صنعت نفت شرایط بسیار بهتری داره. اونا در صدر جدول قرار دارن، اما آیا میتونن بالا بمونن؟ بریم سراغ محمد تقوی. من فکر می‌کنم آقای پورموسوی الان تیمو صد جدول برده، خب الان بکنیم سرمربی تیم ملی دیگه، چون سال گذشته سرمربی تیم ملی تیم نفت رو گفتن آقا چوجز چهار تیم خیلی خوب کار بزرگی کرده، کردن سرمربی تیم ملی. به نظر من کار بزرگی انجام داد آقای پورموسوی در کنارش آقای پیروانی هم، اصلا فکر می‌کنم دو تایشون خوب فوتبال ایرانو می‌شناسن و نتایج خیلی خوبی گرفتن. اما تو این تیم به رغم اینکه دو تا بازیکنم جدا شدن، سه تا بازیکن نقش اساسی دارن، یعنی خیلی تاثیرگذارن. ما در مورد طالب ریکانی صحبت کردیم که چقدر این بازیکن تاثیرگذاره. ببین به حرکات طالب ریکانی نگاه کنید، تو حتی هر شرایطی توپ میاره رو پای چپش و از پای چپش واقعا عالی استفاده میکنه. معمولا بازیکنی که یه پای معمولا همه تمرکز رو پای راست، ببین توپو میده، ببین توپو داده و خودش رفته، این خیلی مهمه. شما توپو میدی و میره تو حمله، توپو داده خودش رفته و اون لحظه که ببین از پای راست چه خوب استفاده، معمولا چپ پای محض، اما ببینید چطور از پای راستش خوب استفاده میکنه، توپو میاره رو پای چپش با اون که بازیکن پیکان اگه شما نکنن میدونه این چپ پا، اما چطور اون لحظه آخر توپ میاره رو پای چپش و گل میزنه. تاره بریکان این روزا خیلی خوب داره بازی میکنه براش، یا این گلی که به نساجی میزنه واقعا قبل از اینکه ضربه رو بزنه سرش بالا داره نگاه میکنه کجا قرار ضربه بزنه. شاید دروازه‌بان تیم نساجی اصلا فکر نمیکنه میتونه این ضربه رو اینجور بزنه. ببینید چطور سرش رو بالا میکنه، اون زاویه رو نگاه میکنه قشنگ و اونجایی باید بزنه که توپ باید بره. گل فصل بود، خیلی از گل جالب، یا بیشتر گلاش رو من میگم پنالتی خیلی راحت نیست، یا در روی ضربه پنالتی در واقع گل میزنه. طالب ریکانی یکی از بازیکن تاثیرگذارش، در کنار طالب ریکانی من فکر میکنم دو تا بازیکن دیگه هم هستن،
حسن بیت سعید و رضا خالقی فر، که این سه تا اوج در واقع میگم اون تمام بار زوبیدی هم اضافه شده جدیده، این سه تا در واقع تمام کارا انجام میده، چقدر هم دیگه خوب پیدا میکنه. یا اینجا کار طالب ریکانی نگاه کنید، اصلا یه بازیکن واقعا هوشمندانه توپ میسپاره به رضا خالقی فر، که میتونم بگم بعد از این که در واقع از سال گذشته تو پارس جنوبی جم بود، اگه اشتباه نکنم شاگرد خود پور موسوی بود تو جم، که الان تو نفت داره خیلی خوب بازی میکنه. نگاه کنید چقدر قشنگ توپو میکاره تا بازیکن تراکتور دارن حرف میزنن میره تو حمله. این هوش یه بازیکن نشون میده که میتونه تو این شرایط در واقع یه موقعیت، یعنی از هیچ یه موقعیت گل درست کرد، کاری که طالب ریکانی خیلی خوب داره توی نفت انجام میده. و فکر میکنم تمام بازی وارد دیگه نگاه کنید اون سه تا بازیکن چقدر تاثیر گذارن، چه خوب همدیگه رو پیدا میکنیم. بازی با استقلال اگه اشتباه نکنم در نهایت توپ به طالب ریکانی، ببینید هر جمعی توپ خیلی خوب میره رو پای چپش، یا اینجا حرکتی که رضا خالقی فر میکنه توپو میده بازم به همون کار ساده، هم طالب ریکانی همین کارو میکنه، توپو میده میره تو باکس، میره تو باکس و ضربه سری که سرشو خیلی عالی میچرخونه، یعنی ضربه سرش واقعا حرفه‌ای بود، فوق العاده بود ضربه سر رضا خالقی فر تو این صحنه، عالی بازی میکنه. یا در نگاهی کنار اینا ما میبینیم نگاه کنید چقدر حسن بیت سعید داره عالی بازی میکنه، یعنی حسن بیت سعید هم تو ساختن گل برای رضا خالقی فر و طالب ریکانی هم داره بی‌نقص بازی میکنه. یا این صحنه‌ای که حسن بیت سعید داره چقدر قشنگ رد میشه از بازیکن خود، یعنی حسن بیت سعید و طالب ریکانی و رضا خالقی فر خیلی عالی دارن کار سیستم تهاجمی تیم نفت رو پیش میبرن. یا این بازی که در واقع عقب بودن، ببینید این تیم نمیخواد به بازی، من همیشه گفتم جلوی سایپا تو زمین سایپا 8 9 نفر حمله میکنن، یعنی نفت به یه جایی رسیده که دیگه دنبال این نیستش که وسط جدول باشه یا نیفته. حالا این با خود باوری از سال گذشته بهشون تزریق شده، حالا این فصل فکر کنم تا اینجا کار خیلی خوبه. بازم خبرها شنیدیم که مشکلات مالی دارن، حتی بازیکن دارن پول جمع میکنن برای اینکه سفرشون انجام بشه. دقیقاً اینا فکر کنم ضربه بزنه به هر تیمی. ببین این همونه دیگه، وقتی شما یک پتانسیل لازم رو داری که میتونی تا اینجا خودت رو نگه داری، پس نشون میده که مشکلات دیگه ای باعث میشه که فصل گذشته هم همین اتفاق براشون افتاد و فصل گذشته هم دقیقاً همین جور نیم فصل اول خیلی خوب، نیم فصل دوم مشکلات مالی اجازه نداد روند رو به رشد خودشون بیفته. امیدوارم این اتفاق نیفته، اما با توجه به اینکه وقتی رو نیمکت نگاه می‌کنی، ببین رو نیمکت اون بازیکن درسته بازیکن جوان داره، اما بازیکن جوان واقعا نمیتونه شما رو اون بالای جدول نگه داره، میتونه شما رو در واقع کمک کنه از یک بحرانی که برات به وجود میاد رد بشه، اما به اینکه قهرمان بشی یا سهمیه بگیری فکر می‌کنم مقدار کار نفت مشکله سخته. در ادامه برنامه بریم سراغ بخش وی آر و بررسی صحنه‌های داوری بازی‌های این هفته با جمال هورن، مسئول کمیته داوران شهر لندن. This is the correct decision. This is not a penalty. تصمیم داور درست بود و این صحنه پنالتی نبود. برخورد کوچیکی وجود داشت، اما برخورد طبیعی بود و هیچ دلیلی برای اعلام پنالتی وجود نداشت. اگه داور اعلام خطا و ضربه پنالتی میکرد، یک تصمیم عجیب بود. نه خطایی بود و نه پنالتی. فکر نمی کنم پنالتی باشه، چون توپ پشت مدافع است و نمیتونه توپ رو ببینه. خیلی سخته که بگم این هند عمد بوده. هر داوری که فکر میکنه این پنالتیه به این دلیله که دست مدافع باز بوده. باید گفت هیچ عمدی وجود نداشته و به نظرم این صحنه پنالتی نیست. این یک هند متفاوته و به نظرم تصمیم داور درست بود، چون مدافع داره به توپ نگاه میکنه، دستش بازه و روی مسیر توپ تأثیر میذاره. اما احتمالاً من اعلام پنالتی نمی کردم، چون توپ به مدافع خیلی نزدیک بود. باید توجه کنیم که درباره پنالتی همیشه نمیشه صرفاً گفت پنالتی بود یا نبود. گاهی ممکنه هر دو تصمیم درست باشه. به نظر من تصمیم داور درست بود. صد درصد گل بود. مهاجمی که توپ رو وارد دروازه کرد در آفساید نبود. البته تصمیم خیلی سختی بود و کمک داور تلاش داشت با بازیکنها حرکت کنه. بازیکنی که در سمت چپ منطقه دفاعی حضور داشت آفساید رو پر کرده بود. تصمیم سختی بود اما گل بود.
فکر میکنم یک تصمیم خوب از طرف داور بود. به نظر من پنالتی نبود. خیلی ها در این شرایط به مهاجم نگاه میکنن، در حالی که نگاه ها باید بر مدافع متمرکز باشه. مدافع نه هل داد، نه فشار غیر عادی وارد کرد و نه برخوردی وجود داره. تصمیم داور مبنا بر اعلام ضربه آزاد و دادن کارت زرد کاملا درست و صحیح بود. بله، همونطور که جمالم گفت، در بازی سایپا و زوباهن تصمیم داور درست بود، پنالتی نبود. در بازی آلومینیوم عراق و گلگوهر پنالتی اتفاق نیفتاد و در بازی بعدی هم اکثر صحنه ها رو داورها درست تشخیص دادن. بازی نساجی ماشین هم تصمیم داور بازم درست بود و پنالتی در کار نبود، برخلاف همیشه که نساجی پنالتی طلبکار میشد، این دفعه دیگه اون صحنه پنالتی نبود. اما بریم سراغ جدول رده بندی رقابت ها، نگاهی بندازیم به جدول با این توضیح که بازی تراکتور استقلال و پرسپولیس فولاد از هفته 11 هم روز دوشنبه برگزار میشه. در نیمه بالای جدول همونطور که مشاهده میکنید، سمت نفت آبادان در صدر جدول قرار داره، استقلال و سپاهان در تعقیبش هستند، استقلال یه بازی کمتر انجام دادن. بریم نیمه پایین جدول هم ببینیم و ببینیم که وضعیت در پایین جدول چگونه هست. ماشین سازی تیم آخر جدول، زوباهن، نساجی مازندران، شهرخودرو و مس رفسنجان آمین عراق تیمایی هستن که همشون خطر سقوط رو حس میکنن. دیگه ما تا پایان برنامه زمانی نداریم. متشکرم از محمد تقوی عزیز، تا دیدار دیگه از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.